استقلال پاس داشته شود و به آزادی های گروهی و فردی احترام گذاشته شود. این آرزوی آحاد ملت ایران بود، جانهایی که با انقلاب همراه بودند و برای پیروزی آن جان دادند و فرزندانشان شهید شدند، و چه آنهایی که کمتر فداکاری کردند و یا حتی هیچ گونه فداکاری نداشتند. ما همه این امید را داشتیم که الله و رب العزت با تلاش مسئولین و سعی صدر و بلندی نظر و جهانبینی آنها فضایی را به وجود می آورد که در آن فضا شیعه و سنی در یک رده قرار می گیرند و در حقوق شهروندی، آزادی و بهره‌مندی از منافع چنان مساوی خواهند بود که این فرایند برای سران دیگر کشورها به عنوان الگو و نمونه قرار می گیرند. مولوی عبدالحمید خاطر نشان کرد اکنون 32 سال از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران می گذرد و ما بسیار متاسفیم که هنوز آرمانهای ما برآورده نشده است. هنوز تعصب و تبعیض وجود دارد و مسئولان نظام نتوانستند اخوت، برادری، تعادل و برابری نسبی را برقرار کنند. همه جا این دغدغه و پریشانی وجود دارد. ما جامعه اهل سنت به خاطر حفظ امنیت و وحدت ملی و حفظ اخوت و برادری همواره صبر کرده ایم و امیدوار بوده ایم که روز این تبعیض‌ها و دغدغه‌های فکری رفع شوند. ما انتظار فشار مذهبی را نداشتیم، اما متاسفانه طی سال‌های اخیر فشارهای مذهبی بر ما مضاعف شده و این روند روز به روز در حال گسترش است. مولوی عبدالحمید گفت یکی از بزرگترین نگرانی‌های ما همین است که مذهب آزادی خود را از دست بدهد، در حالی که قانون اساسی به ما در این زمینه آزادی داده است و ما در اجرای تمام مراسم‌های مذهبی خود و تعلیم و تربیت فرزندان خود آزاد به حساب آمده ایم. این حداقل آزادی است که در تمام دنیا متصور است. این حق را تمام کشورهای اسلامی مورد تایید قرار دادند و جزء قراردادهای بین المللی است و جزئی از آن معاهدات بین المللی است که کشورهای اسلامی امضا کردند و کشور ما هم از جمله امضا کنندگان این معاهدات است که در آن تصریح شده است حقوق اقلیت‌ها باید مراعات شود و به آزادی‌های مذهبی احترام گذاشته شود. عبدالحمید تصریح کرد مهمترین دغدغه ما این بوده که آزادی مذهبی ما تأمین شود و کسانی برخلاف قانون اعمال سلیقه نکنند، فراقانونی عمل نکنند و مبادا این آزادی را مختل یا محدود بکنند. متاسفانه باید گفت طرح ساماندهی مدارس موجب پریشانی همه علما و مردم اهل سنت و شهروندان سنی مذهب در سطح ایران شده است. به هر حال ما تاکنون با گفت و شنود و صحبت و گفتگان پیش رفته ایم. همین توجیه را کرده ایم که این مسئله خلاف قانون است و باید اخوت و برادری و وحدت و امنیت ملی حفظ شود. به خصوص وحدت ملی که امنیت ملی بدون آن وجودی نخواهد داشت. امام جمعه اهل سنت زاهدان در میان تکبیرهای مردم به دولت و حکومت چنین توصیه کرد: آزادی مذهبی ما را بگذارید بر همان حالت قبل باشد. شما از دور نظارت کنید، داخل نیایید. شما ارشاد راهنمایی کنید، سخنان خوب شما را میپذیریم و آنچه به صلاح ماست ما خودمان آن را عملی و اجرا میکنیم. اما استقلال مدارس و مساجد که مراکز دینی و مذهبی هستند باید در هر حال حفظ شود. مولوی عبدالحمید در پایان گفت به هر حال اگر فشار اقتصادی و محاصره اقتصادی وجود داشته باشد یا خدای ناکرده جنگی بر کشور ما تحمیل شود ما اینها را تحمل می‌کنیم، ولی اگر فشار اقتصادی و جنگ دشمن هم باشد و در کنار آن فشار مذهبی هم باشد اینها قابل تحمل نخواهند بود. متاسفانه اخیراً بسیاری از علما به کرات به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدند. ما امیدواریم این جریان متوقف شود و روند فشار مذهبی بر اهل سنت متوقف گردد
تا دشمنان اسلام سوء استفاده نکنند. دشمنان این مرز و بوم سوء استفاده نکنند و افراد تند رو بیش از این بهانه‌ای در دست نداشته باشند و مشکلات درست نکنند. دولت به نخبگان بی اعتماد و انحصار طلب است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه در کشور روشی که برای حمله به منتقدین وجود دارد در قالب تذکر و انتقاد نمی گنجد گفت، این روش بیشتر در قالب اتهام و افترا و تهمت و پرونده سازی است که به خاطر عدم اعتماد دولت به نخبگان است. وی می‌افزاید دولت به خاطر اینکه در مسائل دیپلماسی تازه کار است، تجربه کافی در این زمینه ندارد و فکر می‌کند اگر در انحصار خودش بگیرد بهتر اداره می‌کند. و ثانیاً فکر می‌کند اگر کسی لحنش و بیانش از بیان آنها متفاوت باشد به معنای مخالفت است، در حالی که واقعاً مخالفت نیست. وقتی دولت راهی را می‌رود، کسی ممکن است نقد بکند، باید از نقد استقبال شود. حسن روحانی نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با همشهری ماه اظهار داشت دولت‌ها دو مسئله را باید باور کنند. یکی این که باید باور کنند که در صحنه دیپلماتیک آنها به تنهایی نمی‌توانند به همه اهداف ملی دست پیدا کنند. دوم این که باید به مردم و نهادهای غیر دولتی اعتماد کنند، از جمله به رسانه‌ها، به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و فرهنگی اعتماد کنند. نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود، احساس من این است که در بعد از جنگ تا اول دولت نهم قدم به قدم دولت‌ها در این زمینه فعال بودند تا از دیپلماسی عمومی استفاده و بهره برداری شود، ولی در دولت نهم و دهم ظاهراً این قدرت دیپلماسی عمومی را خوب باور ندارند و به نهادهای غیر دولتی اعتماد لازم ندارند. استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه منتفی شد. دولت در نامه‌ای دستنویس به مجلس تقاضای استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه را پس گرفت. حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس به اینا گفت دولت با ارائه یک دستنویس به مجلس تقاضای استرداد لایحه برنامه پنجم را پس گرفته است. به گفته او با توجه به این نامه کار کمیسیون تلفیق برای بررسی این برنامه از سر گرفته می شود. به گفته سبحانی نیا، دیدارها و گفتگوهای مجلس و دولت و احتمالاً توصیه‌های مقام رهبری موجب شده است که دولت درخواست استرداد این لایحه را پس بگیرد. او گفته است از آنجایی که مجلس در موقعیتی نبود که چنین تقاضایی صورت بگیرد و بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس رو به اتمام بود، پس گرفتن لایحه برنامه صحیح نبود. سوپانینیا همچنین خبر داده است که مجلس در مواردی از لایحه برنامه پنجم که در آنها نظر دولت تأمین نشده بازبینی می کند و با تلاش کمیسیون تلفیق این موارد انشاءالله حل خواهد شد. او گفته است مذاکرات میان مجلس و دولت برای حل و فصل مسائل است و باید میان این دو نهاد تعامل لازم وجود داشته باشد تا در موارد اختلافی وادار به پرداختن چون این هزینه های بالایی نباشیم که شخصیت های اول کشور پادرمیانی بکنند. مرکز پژوهش های مجلس گفت ایران مجاز نیست در بازرسی کشتی ها مقابله به مصر کند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تاکید کرد که برخلاف مفاد طرح مقابله با توطئه های آمریکا و انگلیس که همکنون در مجلس مطرح است، دولت ایران در جریان بازرسی کشتی ها بر اساس قطعنامه تحریم شورای امنیت مجاز به مقابله به مصر نیست. به گزارش کلمه، این مرکز در اظهار نظر کارشناسی در خصوص طرح مقابله با توطئه های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای تصریح کرده است. مقابله به مصر زمانی است که در مقابل عمل متخلفانه بین‌المللی صورت گیرد. اما در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مبدع مقابله به مصر باشد و محتوا و آثار آن را نیز خود تعیین نماید. زیرا بازرسی کشتی‌های ایرانی که به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد، از لحاظ حقوق بین‌الملل تخلف نیست که بتوان به مقابله به مصر متوسل شد. در ماده 4 این طرح مجلس به مقابله به مصر در بازرسی کشتی‌های کشورهای عمل کننده به تحریم‌های سازمان ملل اشاره شده است. این مرکز همچنین گفته است که در وضعیت کنونی همه کشورها مکلفند کشتی‌های ایران را بازرسی کنند و کشوری که از این عمل استنکاف ورزد مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.
در بخش دیگری از نظر مرکز پژوهش‌ها درباره این طرح آمده است، از آنجا که ایران عضو سازمان ملل متحد است، مطابق منشور این سازمان و اختصاصاً مواد 25 و 103 این سند مؤسس، تعهدات برآمده از منشور